ابو جهل را الله سبحانه و تعالی از همه خیر دور گرداند که او اصل اسلام را می دانست. آیا می فهمید که انسانی که به نزد ما آید و ما پرسیم که آیا تو مسلمان هستی؟ می گوید بله مسلمانم. پس گوییم که اسلام چیست؟ می گوید نمی دانم. آیا شهادت می دهی که نیست معبودی برحق به جز الله و محمد بنده و فرستاده اوست؟ می گوید بله گواهی می دهم. پس اگر پرسی که معنای شهادت لا اله الا الله چیست؟ می گوید نمی دانم. الله سبحانه و تعالی ابو جهل را از همه خیر آخرت دور گرداند. او از اصل اسلام با خبر بود. ابو جهل معنای لا اله الا الله را می دانست و از گفتن لا اله الا الله رو می گردانید. او سردار کافران در مکه بود. پس در بعضی جای ها انسان های هستند که دعوای اسلام میکنند. می گویند من مسلمانم. پس معنای لا اله الا الله را نمی دانند و گمان دارند که معنای لا اله الا الله این است که هیچ کسی خلق نمی کند، رزق نمی دهد، زمین آسمان را نمی گرداند مگر الله سبحانه و تعالی. و از شرط های لا اله الا الله یکم اخلاص است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که به خاطر الله سبحانه و تعالی خالصانه لا اله الا الله بگوید. دوم شرط لا اله الا الله علم است، یعنی دانستن معنای لا اله الا الله، یعنی نیست معبودی بر حق و جز الله. همه اون چیزی که به غیر از الله عبادت کرده می شود باطل است. یگانه الله سبحانه و تعالی مستحق عبادت است. معنای لا اله یعنی بغیر از الله معبود نیست. الا الله یعنی همه عبادت برای الله یگانه است که او شریک ندارد. ابراهیم علیه السلام گفت همان من از آن چه شما پرستش میکنید بیزارم مگر اون معبودی که مرا بیافرید. پس همان او مرا هدایت خواهد کرد. اینچنین الله سبحانه و تعالی فرمود و هر کی بت را منکر شود و به الله ایمان آورد. بنابراین در کلمه لا اله الا الله دو رکن هست که با این دو رکن بینا راست می شود. رکن یکم منکر شدن به آن چیزی که به غیر الله را پرستیده می شود. رکن دوم در عبادت یگانه دانستن الله که یکتا است و شریک ندارد. و همچنین ما گواهی می دهیم که نیست معبودی برحق به جز الله و هم گواهی می دهیم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله است. او را پرستیده نمی شود. فرستاده الله را دروغ این داشته نمی شود. پیامبری که خصوصیت های پروردگاری را ندارد و شخصی که رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم را انکار کند داند که او به پیامبریش گواهی نداده است. و الله سبحانه و تعالی پیامبرش را امر کرد که به مردم اعلان کرده بگوید البته من مثل شما انسان هستم. و فرقیتشان از ما این است که به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی نازل می شود. پس او بنده و رسول است. او را عبادت و دروغ پنداشته نمی شود.